یکی از شنوندگان این گفتارها، جوان دانشجوی از لرستان، در پیامی بسیار غم‌انگیز درباره سیلاب‌های ویرانگر هفته‌های آغاز سال نو نوشته و از وضع دلخراش خانواده‌اش و به طور کلی مردم سیل‌زده خبر داده. چون که می‌دانید این سیل‌ها ده‌ها یا شاید صدها کشته، هزاران زخمی و ده‌ها یا شاید صدها هزار بی‌خانمان بر جای گذاشتند. پیام این جوان نسبتاً طولانی است و بر بسیاری نکته‌ها انگشت می‌گذارد، مانند بی‌لیاقتی و بی‌توجهی مسئولان کشور، سدسازی‌ها و راه آهن‌کشی‌های ناشیانه و نادرست، از میان بردن بیشه‌ها و جنگل‌ها، فساد ساختاری، بی‌فرهنگی، کوتاه‌اندیشی، آزمندی، چپاول و استفاده از استخاره و صلوات به جای ارزیابی کارشناسانه. سرانجام دو پرسش مطرح می‌کنم. یکی اینکه علت علمی این سیل‌های کم سابقه امسال چیست؟ و پرسش دوم اینکه آیا سیل و طوفان نوح واقعیت علمی دارد یا نه؟ در پاسخ پرسش یکم باید بگویم که من تخصص هواشناسی و کلیماشناسی ندارم، ولی می توانم به دو نکته اشاره کنم. یکی اینکه ایران کشوری است بسیار کوهستانی. بیشتر شهرها در دامنه کوههای بلند بنا شده اند. برفهایی که در زمستان بر فرازهای کوه ها نشستند، با فصل بهار و گرم شدن هوا آب می شوند و فرو می آیند. نادیده گرفتن ناحیه های سیلخیز که از صده ها پیش شناخته بودند، ساخت و ساز آزمندانه در این ناحیه ها، از میان بردن بیشه ها و جنگل ها که جلوی سیل را می گیرند، همه اینها با هدف پست پر کردن جیب های عده معدود، لایروبی نکردن دریاچه های سدها و باز نشدن دریچه های سدها برای تنظیم حجم آب، همه اینها بیگمان در ویرانی هایی که مردم را کشته و زخمی و بیخانمان کردند سهم بزرگی داشتند. امکان این هست که در آینده باز هم چنین رویدادهایی ویرانی های جانی و مالی بسیار به بار آورند، زیرا با گرمایش کره زمین الگوهای آب و هوایی تغییر بسیار کردند. طوفان ها شدیدتر می شوند، تابستان ها می توانند گرمتر از معمول و زمستان ها بسیار سردتر شوند. اما پرسش دوم درباره افسانه طوفان نوح. این افسانه از تورات یهودیان به دینهای مسیحی و اسلام راه یافته است، ولی افسانه چنین باران و طوفانی بسیار کهن‌تر از دین یهود است. از متل‌هایی است که بیش از پیدایش دین یهود در میان ساکنان میان رودان بین النهرین، ناحیه رودهای دجله و فرات رواج داشته است. در سده 19 پژوهشگران اروپایی توانستند خط میخی بابلی را بخوانند و پی ببرند که افسانه طوفان نوح مو به مو از بابلیان گرفته شده است. همچنین در آغاز سده 20 دریافتند که بابلیان خود آن را از سومریان گرفتند. متن سومری این افسانه تا آن زمان شناخته نبود. در سال 1914 پژوهشگر آمریکایی آرنو پوبل آن را پیدا و ترجمه کرد. در واقع این افسانه بیش از 2000 سال پیش از تدوین تورات یهودیان ساخته شده است. در این باره کمی بیشتر توضیح خواهم داد. نخست نگاهی بیاندازیم به محتوای این افسانه، آنچنان که در کتاب‌های مقدس دین‌های ابراهیمی یعنی یهودی، مسیحی و اسلام آمده است. بخش‌های اصلی آن را از کتاب مقدس سفر پیدایش فصل 6 می‌خوانم. هنگامی که خداوند دید مردم غرق در گناهند و دائما به سوی زشتی‌ها و پدیدی‌ها می‌روند، از آفرینش انسان متأسف و محزون شد. پس خداوند فرمود: من انسانی را که آفریدم از روی زمین محو می‌کنم.
حتی حیوانات و خزندگان و پرندگان را نیز از بین میبرم، زیرا از آفریدن آنها متاسف شدم. کمی تأمل کنیم. این داستان بسیار خام و سطحی است. چنان که میبینید در آن خدا به شکست و ناتوانی خود اعتراف میکند، زیرا او که توانای مطلق است نمیتواند انسانهای درستکار داشته باشد. چرا خدا همه را درستکار نمیآفریند؟ چرا از کار خود پشیمان میشود؟ آیا اینها نشان دهنده ناتوانی او نیستند؟ از این گذشته تقصیر جانوران زبان بسته چیست؟ آنها که نمی توانند گناه کنند، چرا خدا آنها را نابود می کند؟ بزرگترین شاهکار هستی، یا اگر بخواهید آفریدگار، زیست، زندگی است، یعنی ماده جاندار که بالاترین صورت فرگشت ماده است. جانوران هر یک، حتی ریزترینشان، شاهکارهای هستی یا آفرینشند. ولی ظاهراً خدای نوح از این موضوع ناآگاه است. ادامه می‌دهد: اما در این میان نوح مورد لطف خداوند قرار گرفت. نوح سه پسر داشت به نام‌های سام، هام و یافث. او تنها مرد درستکار و خدا ترس زمان خودش بود. وقتی خدا فساد و شرارت بشر را مشاهده کرد، به نوح فرمود: تصمیم گرفتم تمام این مردم را هلاک کنم، زیرا زمین را از شرارت پر ساختم. اما تو ای نوح، با چوب درخت سرو یک کشتی بساز و در آن اتاقهایی درست کن. آن را طوری بساز که طولش 300 ذراع. ذراع فاصله بین سر انگشتان تا آرنج است. هر ذراع تقریبا نیم متر است. عرضش 50 ذراع و ارتفاع آن 30 ذراع باشد. یعنی کشتی به درازهای 150 متر، پهنای 25 متر و بلندی 15 متر. این عددها را به خاطر داشته باشید. ظاهراً خدا چندان مطمئن نیست که نوح بپذیرد. از این رو به او پیشنهاد معامله می کند، یعنی عهد می بندد. اما با تو عهد می بندم که تو را با همسر و پسران و عروسانت در کشتی سلامت نگاه دارم. همراه خود 7 جفت از حیوانات حلال گوشت، 7 جفت از پرندگان و 1 جفت از بقیه حیوانات را به درون کشتی ببر تا بعد از طوفان نسل آنها روی زمین باقی بماند. پس نوح هر آنچه را که خداوند به او امر فرموده بود انجام داد. وقتی آن طوفان عظیم بر زمین آمد، نوح 600 ساله بود. او و همسرش به اتفاق پسران و عروسانش به درون کشتی رفتند تا از خطر طوفان در امان باشند. پرندگان و خزندگان و حیوانات نیز، چه حلال گوشت و چه حرام گوشت، همراه او به کشتی رفتند. همان طوری که خدا فرموده بود، آنها جفت جفت نر و ماده داخل کشتی جای گرفتند. به مدت 40 شبان روز باران سیلارسا میبارید و به تدریج زمین را میپوشانید، تا اینکه کشتی از روی زمین بلند شد. رفته رفته آب آنقدر بالا آمد که کشتی رویان شناور گردید. سرانجام بلندترین کوه‌ها نیز به زیر آب فرو رفتند. باران آنقدر بارید که سطح آب به 15 ذراع، تقریبا 7 متر بالاتر از قله کوه‌ها رسید. همه جانداران روی زمین، یعنی حیوانات اهلی و وحشی، خزندگان و پرندگان و آدمیان هلاک شدند. هر موجود زنده‌ای که در خشکی بود نابود گشت. بدین سان خدا تمام موجودات زنده را از روی زمین محو کرد، به جز نوح و آنانی که در کشتی همراهش بودند. آب تا 150 روز همچنان پهنه زمین را پوشانیده بود. بقیه افسانه را ادامه نمیدهم، با اینکه نکته های بامزه بسیار دارد، چون وقت اجازه نمیدهد. مسئله بسیار مهم در این افسانه به کشتی در آوردن یک جفت از همه جانوران کره زمین است. کسانی که این مطلع را ساختند، کوچکترین اطلاعی از زندگی جانوران و نوعهای گوناگون آنها نداشتند. برای نمونه، خانواده گربه‌سانان که شیر و پلنگ و ببر و ژاگوار و گربه به آن تعلق دارند، در حدود 40 گونه یا نوع مختلفند. چگونه نوح میتوانست از هر گونه یک جفت نر و ماده به دام بیاندازد و به کشتی ببرد؟ پرندگان چه؟ پرندگان به هزاران گونه تقسیم میشوند. چگونه ممکن بوده است از هر گونه یک جفت
نر و ماده را شناسایی کند، به دام بیاندازد و به کشتی بیاورد. مارها در حدود 3600 گونه مار در کره زمین شناسایی شدند. شناختن این گونه ها در آن زمان و گرفتن یک جفت نر و ماده از هر یک از آن گونه ها افسانه‌ای بیش نیست. در آمریکای جنوبی چارپایانی وجود داشتند از تیره شترسانان که در هیچ جای دیگری کره زمین یافته نمی شدند. اینها عبارتند از لاما، ویکونیا، آلپاکا و گواناکو. نوح هرگز این چارپایان را ندیده بوده است. چگونه با آمریکای جنوبی رفته برای گرفتن یک جفت از هر یک، یا به استرالیا برای گرفتن کانگورو. بومیان آمریکا اسب نداشتند و تا موقعی که اسپانیایی‌ها در سده 15 اسب را به آمریکا نبرده بودند، این چارپا را نمی‌شناختند. چرا پس از فروکش کردن سیل انسان با خود اسب را به آمریکا نبرد، ولی در عوض صدها نوع مار کشنده در آنجا وجود دارند؟ از اینها جالبتر دینوسورها هستند. بنابر پژوهش‌های پارینشناسان و زیستشناسان، بیش از 1000 گونه دینوسور وجود داشتند که 60 میلیون سال پیش نابود شدند. اندازه بسیاری از آنها به 40-50 متر می‌رسیده، با وزن 50 تا 100 تن و به بلندی 15 متر. نوح چگونه در حدود 2300 سال پیش از میلاد یک جفت از هر گونه دینوسور را گرفته و با خود به کشتیش برده است؟ اشاره کنم که روحانیان مسیحی زمان آفرینش جهان را با پیروی از نوشته های کتاب مقدس در حدود 4000 سال پیش از میلاد مسیح دانستند. چنان که گفتم، اصل این افسانه یهودیان از بابلیان است که خود آن را از سومریان گرفتند. در کهن‌ترین شکل این افسانه که از آن سومریان است، خدای بزرگ انلیل تصمیم به نابودی انسان می‌گیرد، زیرا انسان‌ها بسیار سر و صدا و شلوغ می‌کردند. در روایت بابلیان معلوم نیست که چرا خدا چنین تصمیمی می‌گیرد، ولی چیزی که در افسانه‌های سومری و بابلی جالب است این است که یکی از خدایان، ایشتر، با این کار خدایی بزرگ انلیل مخالفت می‌کند و خدای دیگری به نام یا انکی به یاری قهرمان داستان می‌آید. این قهرمان زیوسود راست در افسانه سومری و اوتنا پیشتین در افسانه بابلی. یهودیان نوح را از روی آنها کپی کردند. این خدا راه ساختن کشتی و برداشت یک جفت از هر جانور را به آنها می‌آموزد. در اینجا با نکته بسیار جالبی روبه‌ای، و آن این است که در دین‌های چند خدایی خدایان با هم درگیر می‌شوند و یکدیگر را تعدیل می‌کنند، ولی در یکتاپرستی خدای قادر مطلق منشأ همه چیز است، خوبی‌ها و بدی‌ها، کسی جلادارش نیست. و این تناقض‌های بسیار برای باورهای یکتاپرستی به وجود می‌آورد، تناقض‌هایی که اندیشمندان از دیرباز درباره‌اش بحث کردند. وقت پرداختن بیشتر به افسانه نوح را نداریم. مقاله ها و کتاب های بسیار در زبان های اروپایی درباره خاستگاه سومری و بابلیان نوشتند. علاقمندان می توانند آنها را بخوانند. حال می رسیم به این نکته که آیا این طوفان افسانه ای واقعیت فیزیکی داشته است؟ سیلی جهانگیر، آنسان که در کتاب مقدس یهودیان آمده و دیگر دین های سامی یعنی مسیحیت و اسلام آن را تکرار کردند، با شناخت علمی امروزین ما به ویژه زمینشناسی و پارینشناسی ناسازگار است. کاوش هایی که در محل شهرهای باستانی سومر و در جاهای گوناگونی در میان رودان یعنی ناحیه دجله و فرات انجام گرفتند، نشانه هایی از سیل هایی که گاه گاهی روی دادند آشکار می کنند، ولی این سیلاب ها همگی محلی بودند. از سوی دیگر کره زمین در گذشته دچار دوران‌های یخبندان طولانی شده است. آخرین آنها در حدود 13000 سال پیش به پایان رسیده. با گرم شدن کره زمین یخ‌ها آب شدند و سیل‌های بزرگی در جاهای گوناگون کره زمین روی دادند. 18000 سال پیش سطح آب در خلیج فارس 120 متر پایین‌تر از سطح کنونی آن بوده است.
با آب شدن یخبندان ها سطح آب بالا می آید و 8000 سال پیش به سطح امروزیش می رسد که 40 متر بالاتر از کف دریا در خلیج فارس است. بسیار احتمال دارد که آب شدن یخها باعث طغیان رودهای دجله و فرات و دیگر رودهایی که به خلیج فارس می‌ریزند شده باشد و در نتیجه ساکنان آن ناحیه را با سیل‌های بزرگ روبرو کرده باشد. با این حال کاوش‌های باستان‌شناختی نشان می‌دهند که انسان از حدود 7000 سال پیش، یعنی پس از سیلاب‌های آخرین یخبندان، سکونت انبوه خود را در میان رودان آغاز کرده است. رویداد دیگری که احتمالاً منشأ بهتری است برای افسانه طوفان نوح، فرو افتادن شخانه یا سنگ آسمانی بزرگی است در اقیانوس هند. در حدود 5000 سال پیش شخانه بسیار بزرگی یا هسته دنباله‌داری در خاور ماداگاسکار فرو افتاد. گودال برخورد این شخانه با کره زمین را یافتند. گودال برکل نامیده می شود. قطرش در حدود 30 کیلومتر است و در 3800 متری زیر آبهای اقیانوس جای دارد. به احتمال موجهای بسیار بزرگ تسونامی که این شخانه برانگیخته به خلیج فارس و ناحیه میان رودان رسیده و ساکنان آنجا را دستخوش ویرانی های بسیار کردند. وقت ما به پایان رسید، چون این رویدادی زاستاری طبیعی که میتوانسته همچون بلا بر سر ساکنان سومری میان رودان فرود آید آنان را سخت به هراس افکنده و چون دلیل آن را نمیدانستند آن را به خشم خدایان خود نسبت دادند. با این حال یکی از آن خدایان به یاری انسانها میآید و آنان را نجات میدهد. یکتاپرستی تورات این افسانه را به تبلیغات دینی تبدیل کرد با آفریدگاری پرتناقض، تناقض‌هایی که انسان باورمند برای چشم بستن بر آنها باید نادانی خود را بهانه کند.